آقای محمدی، در این بیانیه ادعاهایی مطرح شده که تازگی نداره، ولی به نظر میرسه ترس و واهمه حاکمیت رو از پیوند شبکه‌های مختلف اجتماعی میشه در اون دید. حتما همینطور هست. برای فهم این بیانیه یا این اطلاعیه به نظر من باید به سه موضوع بپردازیم: هدف چی بوده، محتوای این بیانیه چی هست و از چه الگوی پیروی میکنه. دو هدف ضمنی در این اطلاعیه وجود داره. هدف اولش این هست که نشون بده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با هم مشکلی ندارن. سال گذشته هم بیانیه مشترک دادن. برای اینکه اختلافات درونی نهادهای امنیتی آشکار نشه و پررنگ نشه در جامعه، اینها میان اطلاعیه های گروهی میدن، اطلاعیه با هم صادر میکنن که نشون بدن حکومت در برابر اعتراضات یک پارچه هست. هدف ضمنی دوم اعلام به معترضان هست که شما لو رفتین، به عرصه خیابون نیاید و ما هستیم، هوای همه داستان رو داریم. دارن اخطار میدن که ریسک نکنید به عرصه خیابان بیاد. این هدف ضمنی دوم. اما از حیث محتوا واقعا این گونه اطلاعیه ها هیچ اطلاعی هیچ محتوایی در بر نداره. انواع و اقسامی از اسامی بی ربط از خانه آزادی تا وزارت خارجه امریکا تا یک دانشگاه در لندن رو اینا به هم وصل میکنن. خب اینا چیکار میکنن؟ این دانشگاه ها معمولا کارشونه که دوره های تابستانی برگزار کنن. این چیز عجیب و اطلاع عجیب و غریبی نیست. اینها رو به عنوان کشفیات مؤسسات امنیتی به مردم عرضه میکنن. اما الگوی این اطلاعیه از یک الگوی واحد که در 40 سال گذشته استفاده شده پیروی میکنه. این اطلاعیه ها معمولا بخش روایت سازی رو انجام میدن. خب البته نهادهای دیگری هم هستن که کار سرکوب خیابانی رو انجام میدن، کار بازداشت ها رو انجام میدن، کار جمع و جور کردن کشته ها یا خانواده های قربانیان رو در عزاداری ها اونا رو انجام میدن. این بخش روایت سازی است. روایت سازی هم مطابق میل آقای خامنه ای انجام میشه و هدف این است که اعتراضات رو، سرمنشأش رو، ریشه هاش رو به خارج از کشور نسبت بده.